آمدگان از عبور روزهای هفته منتظرانه صبح جمعه را به امیدی روشن نشستن. شب و روزای بی کسی نشستن که رفتن است در مسیر عشق، در مسیر انتظار و در مسیر فراق. سال که شود روز جمعه جمع شویم و دعای ندبه بخوان. منتظران و ندبه خوانان انتظار در صبح‌های آدینه امید رسیدن طلوع آفتاب ظهور را استغاثه می‌کنند. بر آستانه شهر خوبان همه در انتظار صبح فرفرود نشستند. منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سحرخیز جوانش برسد. آیا صبح نزدیک نیست؟ و این صبح امید است که با ندبه خوانی های اهل انتظار طلوع می کند. صبح قریب. از زمان حضرت موسی علیه السلام، وقتی که خدا امر کرد برو فرعون رو هدایت کن، قولا له قولا لینا، با نرمی آرامش باش صحبت بکن، خب فرعون تو روایت هم داریم یکی از کارهای خوبش این بود که سهل الحجاب بود، یعنی دربان و دژبان و یا چوپان کارگر هر کس را میداد، میگفت بیاد حرفاشو بزن. آمدن به فرعون گفتن دو تا چوپان آمدن، حضرت موسی و هارون به لباس چوپانی بود، یا عصا هم دستشون رو میخوام مثلا با فرعون با انا ربکم الاعلی کسی ادعا داره با او صحبت کنه، گفت بگید بیان. و اینا وقتی که آمدن پیش فرعون گفتن که به خدای ما ایمان بیار، دست از خدایی بردار، اطرافیا خنده کردن که یه چوپان آمده میگه دست از خدایی بردار، قدرتت بی خود، بعد من عصا رو میندازم اجدعا میشه، مسخره کردن. بعد اطرافی خود فرعون مسخره کردن، یه چوپان آمده میگه دست از سلطنت و خدایی برداره، چنین و چنان بکن. و فرعون یک دلغکی داشت، معمولا سلاطین داشتن مسخره بازی در میوردن دلغک. وقتی که خب صحبت ها تمام شد و رفت، این دلغک شبیه سازی میکرد، یعنی گاهی لباس چوپانی تن میکرد شبیه حضرت موسی خودش در میورد، مسخره بازی بخندون فرعون و اطرافیا رو می اومد، همون عصا رو بلند میکرد، بیا به خدای من ایمان بیار، میزدن زیر خنده، مسخره بازی میکردن. وقتی تو روایت داریم وقتی که فرعون پشت سر حضرت موسی و بنی اسرائیل حرکت کرد که اینها رو بگیره و بکشه که از آب رود نیل رد شدن، فرعون و فرعونیا تو آب غرق شدن، ولی این دلغه که نجات پیدا کرد. خیلی عجیبه، خدای متعال این دلغه تو از آب نجات داد. حضرت موسی فهمید، خب خدای این من مسخره میکرده، خطاب شد ای موسی چون ظاهرش رو شبیه کلیم من میکرده، ظاهرش رو من به خاطر اینکه یه لحظاتی به شکل کلیم من پیغمبر من در اومده، من او رو از عذاب دنیایی و غرق شدن آب بهش مهلت دادم، نجات دادم. ولی شبیه سازی به خوبا اثر داره، چه برسه که واقعا انسان شبیه بشه، اون دیگه چه خواهد شد. حضرت بفرماد کمه که انسانی خودش رو به یه گروهی تشبیه بکنه اما جز اونها نشه. شما تقلید خوبا رو انجام بدید، کم کم به خوبا میرسید، تقلید بدها رو انجام بدید، کم کم به خوبا میرسید، شباهت به خوبا شباهت. حضرت بفرماد تمرین کنیم. من تصبره یصبره الله، امیرالمومنین فرمود کسی که خودش رو به صبر وادار بکنه خدا هم به صبر میده. چطور گفتن گریه برای امام حسین نمیتونی کنی؟ تباکی بکن، حالت گریه بگی. خیلی موقع حالت گریه میگیره اشکش هم جاری میشه، اشکش هم جاری نشه، اون ثواب رو بهش میدم. یعنی بعضی چیزا اینقدر مهمه که تشبهش هم اون برکات به آثار رو میرسونه. در اعمال اجتماعی، رفتار اجتماعی، کردار، اینها رو باید خودش آدم
خودشو با اولیای خدا میزون کنه. این اولیا خدا چجوری هنه؟ ما همش دنبال ثوابیم و این عقاب داره، این فلان داره، اونا اصلا فقط بندگی میکنن. منم خودم شکل اونا در میارم. ما خودمونو به شکل اونها در بیاریم، یواش یواش رنگ اونها رو میگیریم، به شکل اونها در بیام، مثل اونها بشیم. و من تشبه به قومن، کسی خودشو شبیه قومی در بیاره، از جز اونها انشالله حساب بکنن ما رو. همه بلند میشن نماز شب میخونن، صلحا خوبان، مؤمنین خوب شایسته، خب ما هم به زور بلند شیم نفس رو کنار بذاریم، عشقشو از خدا در دلمون بخوام، لذتشو بخوام. ما بعد اونها رو الگو قرار میدیم، ببینیم اونها چه میکنن. خودت رو با بندگان صالح خدا میزان کن، همونجوری که ساعت تو با ساعت تا میبینی نگاه میکنی و بله الان ساعت فلانه، ساعت من عقبه یا جلوی کوک میکنی، میزون میکنی. چرا خودتو میزون نمیکنی با اولیای خدا؟ ببین اونا چیکار میکنن، شما نمیکنی. الگو ما اینها باید باشن. که داره که داره نشانی زکویا که آره زفویا